در جدیدترین نقشه جهانی نفوذ اینترنت کشورهای دارای ضریب نفوذ بالا معرفی شدند. ضمن اینکه رتبه ایران هم در این رتبه بندی 29% رشد داشته. در گزارش خبرگزاری مهر اومده این نقشه که توسط اینترنت سوسایتی ارائه شده بازگو کننده وضعیت نفوذ اینترنت در گوشه و کنار جهانه. نقشه جدید این سازمان نشون میده ضریب نفوذ اینترنت در ایران طی 3 سال گذشته 29% رشد داشته و به 31.4% رسیده تا بدین ترتیب در رتبه 112 جهان و بالاتر از کشورهای نظیر تایلند، الجزایر، اندونزی و هند قرار بگیره. در این نقشه ایسلند با 96.5% در رتبه نخست و برمودا با 95.3% در رتبه دوم قرار داره. همچنین نروژ و سوئد به ترتیب با 95.1 و 94.8 در رتبه های سوم و چهارم جای گرفتند. دانمارک، آندورا، هلند، لوکزامبورگ، لیختنشتاین، فنلاند، موناکو، جزایر فارو و بحرین رتبه های بعضن مشترک پنجم تا دهم این نقشه رو به خودشون اختصاص دادن. این نقشه نشون میده بحرین 10، امارات 12 و ژاپن 3 کشور نخست آسیا در زمینه نفوذ اینترنت به شمار میاد. اریتره با ضریب نفوذ 0.9% در انتهای این جدول یعنی رتبه 180 قرار داره. اما چرا همواره آمارهای داخلی ضریب نفوذ اینترنت با آمارهای بین‌المللی متفاوته؟ قبل از پاسخ به این سوال بد نیست بدونید ضریب نفوذ اینترنت شاخصیه که نشونگر درصدی از جمعیت یک کشور یا منطقه است که از اینترنت استفاده می‌کند. روش‌های مختلفی برای محاسبه این شاخص به کار می‌رند که تفاوت اونها در نحوه تعریف کاربر اینترنته. مثلا اتحادیه بین‌المللی مخابرات کاربر اینترنت رو کسی می‌دونه که دست کم 2 سال سن داره و در 30 روز گذشته دست کم 1 بار آنلاین شده باشه. در حالی که در ایران کاربر اینترنت به کسی گفته میشه که در 1 سال گذشته دست کم 1 بار به اینترنت وصل شده باشه و از اون استفاده کرده باشه. به همین خاطر معمولاً آمار ضریب نفوذ اینترنت در ایران بیشتر از آمارهای بین‌المللیه. چرا که گزارش‌های بین‌المللی بر تداوم و پیوستگی استفاده از اینترنت توسط جمعیت یک جغرافیای مشخص تکیه داره.